درود خدمت یکایک شما هموطنان عزیز. من فکر میکنم این روسا باید هر رسانه‌ای توجه بیشتری داشته باشه به اوضاع هنری خارج از کشور. اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات زیبا و خوبی نیست، چرا که هنرمندان ما، جوانها، نیمه جوانها، اونهایی که پا در سن گذاشتند، عمر و زندگیشون رو در این راه گذاشتن برای خدمت به هنر، هنری که بدون سانسور و بدون هیچ اداره اطلاعاتی اون رو چک میکنه و برایش تعیین و تکلیف میکنه. به نظر من امروز باید ما رسانه هایی که به عنوان رسانه های انترتیمنتی انتخاب شدیم، که من با این کلمه بسیار مخالف هستم، چون یک رسانه نمیتونه جهتی داشته باشه، یک رسانه متعلق به مردم و خواسته های مردم رو باید عملی کنه، ولی به هر حال بگذارید اونهایی که برای خودشون القابی انتخاب میکنن برای تلویزیون هاشون کار خودشون رو بکنن. ولی به نظر من امروز ما باید توجه بیشتری پیدا بکنیم به خوانندگانمون، به آهنگسازان، ترانه سرایان، تنظیم کنندگان، نوازندگان. اینها کسانی هستند که به عشق مردم، به عشق هنر خارج از کشور تن دادن، پول دادن، جون دادن و تمامی جوانی خودشون رو در این راه گذاشتند. در نتیجه من فکر میکنم امروز باید آغازگر ارائه برنامه‌هایی باشیم که در چنین راستایی میتونه تاثیرگذار برای جامعه هنردوست، چه در داخل و چه در خارج از ایران. در برنامه سیکرت این هفته گفتگوی دارم با خواننده‌ای که جوان هست اما سالها داره برای شما میخونه. شهاب خواننده‌ای است که از راه دور به لس آنجلس میاد برای ارائه کارهاش، برای تنظیم کارهاش و برای عشقی که به هنر موسیقی داره تا بتونه یک کار گروهی رو تکمیل کنه و ارائه بده. خوشحالم که شهاب عزیز رو در لس آنجلس داریم. درود بر شما. درود بر شما. من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و همیشه اینقدر شما لطف دارید. اصلا من لس آنجلس میام باید بیام خدمت شما. اصلا یعنی همون اول اومدم سورپرایزتون کنیم. بله. ولی خب شما تشریف نشید. در صورت سلامی عرض می‌کنم خدمت، درود بر تمام بینندگان عزیزمون. امیدوارم هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بازم یه افتخاری شد که در خدمت بزرگ مرد هنر و یعنی تمام بر بچه‌های هنرمند، خود نادر جان میشه گفت هنرمند، چون هنرمنده دیگه، حالا درسته مدیر تلویزیون و یکی از مجریای بزرگ جامعه ایرانی در سالیان سال، یعنی جوان هستن آقا لفیام ماشاءالله، ولی خیلی ساله تو این کار هستن، یعنی از نوجوانی در صورت افتخار منه در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. شب صحبتایی که با تو دارن، یک رشته صحبت‌های رو با هنرمندان آغاز کردم که باید بدون هیچ گونه تعارفی، بدون هیچ گونه مأخوز به حیا و خجالتی ما اینو مطرح بکنیم. در نتیجه صحبت‌هایی که باهات دارم، دوست دارم که از اونجایی که یک پسر بسیار خجالتی هستی، این خجالت رو کنار بذاری. نه خواهش می‌کنم. و حرف دلت رو بزن. شب چند سال است که داری می‌خونی؟ من سال 2000 شروع کردم. یه 2-3 سال خوندم. ولی بعد والا من همیشه اینجوری که شما عرض میکنید راست میگید، خجالتی هستم، ولی در هر صورت ولی همیشه راستگو بودم و حقیقتو گفتم. خب یه ازدواج ناموفق داشتم، میتونم بگم یا خدا رو شکر یا نه خدا رو شکر، ولی خب خدا رو شکر، چون خب بعد نمیخواستم دیگه ازدواج کنم. یه 10 سالی گذشت و اینا. خب بعد ازدواج دومم خدا رو شکر، نه که ایشون هم بد بود، خیلی خانم خوبی بود، ولی خب نمیساختیم، حال بگذاریم. بعدم خب الان دو تا بچه آری آری هم دوقلو دارم و اینا چیز شد. 3 سال گفتم نخوندم ازدواج اولم، بعد دوباره اومدم خوندم، یه چند سال خوندم، دوباره رفتم 10 سال، دوباره پارسال پیارسال برگشتم با الان 7-8 تا کارهای جدید. و ولی خب خیلی مشکله آقای رفیع، یعنی واقعا
من نمیدونم باور کنید من همیشه فکر مخصوصا هنرمندانی که خارج از کشور هستن میام خدایا اینا چطوری زندگیشون میگذره، یعنی اگه برنامه نرن کنسرت نرن الان که کمپانی خرجی نمیده دیگه، الان کمپانی هیچ کمپانی پولی نمیده، تازه بعد پول خرج کنن خواننده ها کلی، باز دوره ما یه مقدار کمپانی ها خرجای ما رو میدادن. خدا بیا مرزت شاد روان آقای کعبه ای عزیز چقدرم شما رو دوست داشت ایشون، ولی الان خیلی سخته. حالا هم که قربونش برم ببخشید دیگه هی داره سخت‌تر هم میشه، چون خب میان خواننده های دیگه حالا اونش دیگه حالا بیشتر تو ببینم به نظر تو که سالهای سال تو این کار چه بودی و چه دور بودی و چه نزدیک، آیا کمپانی های نوار و تکثیر نوار و کاست و ویدیو آیا خدمت کردن به موسیقی خارج از کشور یا خیر، یا فقط یک دکان بود که میخواستم پول در بیارم؟ نه خدایی تو خدمت کردن. حالا ببینید به نظر من خدمت الان خب من یه رستورانی دارم، خب هم خدمت دارم میکنم هم پول در میارم. کمپانی هم همینطور، باور کنید اگه کمپانی پارسیدیو ترانه کلتکسی سه کمپانی های قدر ایرانی در خارج از کشور آونگ نبودن اصلا نابود میشد هنر ما. یعنی حالا درسته خواننده های قدر ما گنده های ما اسطوره های ما درسته بازم میتونستن بخونن یه کمپانی نبود، ولی خب صداشون به مردم نمیرسید، چون الان نیست که اینترنت یه دکمه میزنید همه جای دنیا کار پخش میشه، اون موقع این تویی نبود، بعد اینا کاست میشد چی میشد خودتون واردتر هستید دیگه. ولی نه کمپانی به نظر من خیلی خدمت کرده، یعنی اقلا به من یکی که خیلی خدمت، چون من نمیدونستم از کجا 60-70 هزار دلار هر موقع میان برای خوندن، 60-70 هزار دلار اقلا خرج بود، چند تا آهنگ ویدیوها آقای کعبه خدا بیاموز همیشه خرج ما رو میداد، حالا من یه سری برای بچه ها. خب الان شهاب برای خودش بیزینس داره، هر جا خودش و زندگیش و فرزند و خانومش و خانوادش رو در میاره، او خواننده هایی که اومدن عمرشون رو در خوانندگی گذاشتن، با این اوضاع با این احوال با این حمایت با این سنگ اندازی ها چجوری بسن یکشون رو بکسن؟ آقای رفید باور کنید گفتم خدمتون، یعنی من سر تعظیم فرود میارم به چه هنرمند های بزرگمون، حالا بزرگا بزرگا که دارم خودشون رو دارم بله، ولی هنرمند هایی که خب مثلا دیگه به اون لولی که البته میتونستن برسن، ولی خب خیلی مشکلات هم زیاده ها بهتون میگم، حالا نمیخوام یه برم ایجا ایجا دیگه، مثلا ما به یه برمه داشتیم اینو بگم سریع برمیگردیم یه تبصر با میکنم، یه برمه داشتم با یکی از اساتید خودمون و اینا بعد یه پوستر بزرگ برمون درست کردن، اون موقعی که خب دوره خوب بود ولی 4 تا آلبوم زده بودم بعد آخر یه ذره سرصدا کرده بودیم و اینا، بعد یه فردا فسایش رفتم یه نونی بخرم یه فروشگاهی یادم ای پوستر من نیست توی تگزاس توی دالاس، گفتم چی شد؟ گفت شهاب جون نمیدونم فکر کنم آقای برنامه‌گذار اومد یه پوستر شما اومد پایین یه پوستر دیگه با چند تا خواننده گیره بالا. من خندیدم گفتم اوکی، من همیشه میخندم زیاد چیز ندارم، یعنی منظور اینه که نمیذارنم، یه سری برای بچه‌های واقعا هستن خیلی برای بچه‌های خوب هستن که اونجوری هم دوست ندارن روش کنن، ولی من همیشه یادم باور کنید شما آقای شبخیز خیلی لطف داشتید همیشه به کسایی که یه ذره تالنت داشتن حال میدادید، ولی باور کنید به غیر از 10 تا خواننده ما فکر کنم همون 10 تا 12 تا حالا بیشتر فکر نکنم باشه، خیلی سخته، یعنی اصلا من نمیدونم چطوری باید خرج آهنگ شعر تنظیم ویدیو اجاره خونه شون قسط ماشینشون حالا اگه داشته باشن نمیدونم خرج خوراک زن بچه، یعنی واقعا من خب خیلی متأثر هستم اصلا نمیشه. امروز ما ببینیم که سوپر استارای ما خانم گوگوش، آقای داریوش، آقای ابی، آقای معین درآمد بیشترین رو دارن در انترتینمنت خارج از کشور. آیا اینها وظیفه‌ای دارند که به جامعه هنری ما کمکی بکنن، کاری انجام بدن، دستی داشته باشن برای کمک، یا اینکه نه سوپر استارند و دارن پولشون رو در میارن و پولو میذارن تو جیبشون و خونه و ریل استیت و بیزینس و کار خوششون میکنن؟ به نظر من آقای رفی اگه خودشون هم بخوان کسایی که دورورشون هستن شاید اجازه ندن. خود آقای معین خیلی دوست داشت با من یه سری برما تازه من اومدم آهنگ مادر خونده بودم، مگه چند نفر مثل من بودن؟
چند نفر بودن دیگه اون زمان. خب آهنگای مادر، آهنگ مادر خوندم، از شادروان داود مقامی خوندم. دوست داشت همیشه سوپر استارا دوست دارن همیشه یه به قول ما میگیم یه جوجه موجه، مثلا یه بچه مچه یه جوون با خودشون ببرن، که خب خود استاد خیلی دوست داشت آقای مهم، ولی خب دور اطرافیاشون نمیذاشتن. بود این بچه پررو میشه نکنی اون این بچه اینا رو بینا یعنی میگن چطوریه، میگن رو ندیدم فلان. یعنی حالا خودشون هم اون وقت نکد آقای حالا استاد، حالا من موینو میگم بالاخره نگه دور بریشون هم بد، ولی ببین یه شگردیه کلا. خود من دوره تبصره با میکنم، یکی بچه گفت شاب این کسی که داری آهنگ میگیری ببین زیاد ازش تعریف نکنی ها، شاخ میشه برات. گفتم نه با من اینجوری نیست، من همیشه هر کی بهم یه قدم برداره من سعی میکنم اقلا حالا 10 قدم نه 2 قدم نه همون 1 قدم بردارم، یه نصف قدم بردارم ازش تعریف تمجید فلان اینا. بعد آقای رفیع باور کنید یهو ازش گفتم آها چه صدایی داری باری کرد چه آهنگایی، یهو قیمت 1000 رفت بالا. بعد نه آهنگای خوب خودم میخونم چرا بدم به کسی دیگه. یعنی میبینید چی میگم، بعضی هم واقعا بگم خدمتتون جنبه ندارن. شاید اساتیدی مثل خب معین، داریوش، ایبی اینا میگن اگه ما مثلا میگم به یه خواننده جوونی چیزی بالو پر بدیم یهو میان، یعنی میدونم از هم یعنی اینطوری خدایی. حالا شاید من اصلا ببینید من یه سیاستی دارم میرم جلو، من عشقام میدم به مردم، عشقام به دوستا و فامیلا میدم، به من برگشت عشقشون برگشت، بعد نگشت is their loss به قول آمریکایی‌ها. ولی داستان اینه باور کنید، یعنی باید ما از اون طرف هم نگاه بکنیم، چون بوده دیگه خودتون من مطمئنم زیاد دیدید این چیزا، مطمئنم خود شما کارگردانای یا فیلم بردارای کسایی اومدن دور و بر شما بعدن یکم کمک به شما کردن یا همکاری کردن، کارمندتون بودن، آه من اگه نباشم تلویزیون مثلا نمیچرخه. میدونی یعنی متاسفانه تو جامعه ایرانی دور از جون قربونتون ببخشید من حقیقتو دارم میگم، یه مقدار فرهنگ ما اصلا خود من حالا از خودم شروع میکنم، یعنی دیگه فکر میکنیم آه الان ما به ایشون کمک کردیم یا فلان، یعنی دیگه ایشون اگه ما نباشیم نمیتونه مثلا بزید. یعنی یه همچی چیزهایی هست، این حقیقتیه. یعنی حالا این به نظر من احتمالم داره اشتباه کنم حالا. چقدر تب دارم امشب، چقدر تب دارم امشب، آخ تو رو کم دارم امشب، میون این پیامو چه حالی دارم امشب. وای من امشب مستم تا هر جا باشی هستم، فقط باش پیش رومو بده جامی بدستم. تبم بالا گرفته چاره ای کن، تو آغوشت منو دل داده ای کن، یه جوری کم کنین آتیشو از من، منو با بوسه ها دیوانه ای کن، منو با بوسه ها دیوانه ای کن. زبای امشبت طعم لبامه، ببین آتیش این عشق تو نگامه، دلت درمون نداره فقط یک چاره داره. خب صحبت من اینجاست که شما خوانندگان اگر کارنامه برای خودتون درست کردید، پشتوانه درست کردید از نظر کاری، امروز مردم باید برای شما چیکار بکنن؟ مردمی که
بیش از چندین هزار نفر بلند میشن بیرن کنسرت حامد همایون رو میبینن. حامد همایون خواننده خیلی خوبیه، ترانه‌های بسیار، البته من با سبکش موافق نیستم، همش سبک سینه زنی و اون حالت حسینی حسینی داره، ولی کارش قشنگه، مردم هم دوستش دارن، مردم هم خوششون میاد، کنسرتشو میرن، تشویقش میکنم، شدیدن پسر بسیار خوبی هم هست. اما اینی که دارم میگم، فکر نکنن که بعضیه که من میخوام مثلا سنگی بندازم سنگ حامد همایون، حقش هم هست، جوانایی هم که میان به هر حال نم حقشونه، بعد در اینجا حقشون رو بگیرن، چرا که نه، کار بسیار ارزنده هم هست. اما مگه ما در لس آنجلس، مگه ما در آمریکا خواننده‌ای نداریم که صداش، شخصیتش، آقاییش، خوبیش به همتای حامد همایون باشه و کنسرتی بذاره به مردم بدن؟ ببینید نادر جان، این قضیه اینه که خب حامد همایون یه سری آهنگای هیت خوند، بعدم دولت بزرگی پشت سرشه، دولتی که تمام زیر کشورش تلاس نفت، دولت 80 میلیونی، دولتی که خب به مردمش، حالا ببخشید نمیخوام سیاسی بشه، ولی خب یه چه حقیقتیه، ظلم و ستم میکنه و ایشون مجوز خوندن در دولت جمهوری اسلامی داره، میاد قدمشو چشمو که حالا من نمیرم برامشو، ولی آهنگاشو تو مهمونی ها بچه ها میذارم، من نمیگم قطع کنید که، نه خودم میرخصم باشت مثلا، اوکی موزیک موزیکه، ولی اینه که خب مردم رفتن حمایت هم کردن، خب دمشون هم گرم، خب رفتن دوست دارن آزادی، ما اینجا توی آمریکا آزادترین کشور دنیا زندگی میکنیم، هر کی هر چی عشقشه تا موقعی که به کسی لطمه نزنه میتونه انجام بده. ولی من فقط مشکلی که دارم اینه، چطور مایی که از یک کشوری که اینقدر دولتش خب نامرادی کرده به مردم، اذیت کرده مردم، راحت خواننده‌ای که مجوز خوندن اونجا داره راحت میخونه، میان و میرن، و ولی وقتی اساتید بزرگ ما، الان شاروخ رو من دیدم، عزیزم استادمون شاروخ عزیز، مثلا کاورتران دیدم، چقدر عشق کردیم، بغل کردیم، بوس کردیم هم دیگر رو. خب شاروخ هم خدا رو شکر اینجا برنامه داره، همه چی خیلی خوب، ولی الان شاروخ بره ایران 10 بار استادیوم امجدیه یا آریامه رو پر میکنه، من آزادی نمیگم به اونجا، من هم اسم قدیم رو میگم آریامه، استادیوم آریامه، و یا میدون شهیاد رو پر میکنه. حالا اینا میان میدونی چیه، خب بازم بیان، ولی خب چطور نمیتونن خواننده های ما، خود من برم، من به جرات بگم پر میکنم، حالا یه بار، حالا اقلا نصف بار پر میکنم که بالاخره کار مردم بچه‌ها ببین، مردم بازم میگم جناب رفیع، نمیشه مردم، ببینید ما ایرانی ها مثلا میگه چطوری، من به بچه ها گفتم مثلا یه چیزا اینجوری میبینیم، ای وای نه نه حالا ما که ندیدیم، بلکن ای وای چیکار داره میکنه، یعنی میدونی چی میگم، یعنی متاسفانه من به خودم این چیزو یاد دادم که ترسی نشم، واهمی نشم، شاید شای باشم، خجالتی باشم، ولی حرفمو میزنم، همینجوری که حرفمو زدم اون زمان دبای دبی، آقا اینجوری شده، اونجوری شده، چرا این داستان اینه اینجوریه، که خب یه سری بایکوت هم شدیم، ولی اپش شما نشدیم، هیچ، همیشه شما هوادار من بودید، ولی ترسی نداشتم، گفتم، ولی همه بچهای دیگه، خواننده‌های دیگه، برای بچه‌ها که همسنای من بودن گریه می‌کردن، این چه وضعشه، چرا ایران ما اینقدر بدبخت شدیم که مثلا دخترای نوجوان جوون ما باید بیان اینجوری این کارا رو اینجا بکنن، ما باید بریم افشا کنیم، باید بریم بگیم، مردم رو آگاه کنیم، وقتی به وقتش رسید هیچ کی نمیاد، ولی من اومدم، یعنی منظور اینه که الله کرد من ببخشید، ولی آدم باید، من حرف حقیقت رو با اینکه تلخه دور از جون نمیام به کسی بی احترامی کنم، ولی یه حرفای حقیقتی رو آدم باید بگه، یعنی همین که شما میگید سینه زنی و این چیزاست آهنگاش، ببینید همه بدبختی و بیچارگی مو همین سر همین چیزاست، سری منتظرم مردم یه اتفاقی بیفته، تسلیت ایران، ای جانم ایران، ای عشقم ایران، بابا درسته عشق ایرانه، تمام محبت تمام، الان باور کنید من خیلی سالیان سال میگم خدا روشو از ایران برگردونده،
به خاطر اینکه مردم خردشون رو به کار نمیندازن. بابا انسان ما باید خردمون رو به کار بندازیم. شاید هزاران سال پیش به ما با زور یه چیز وارد شد، ولی الان که خرد داریم ما باید فکر کنیم. حالا اوکی شهید شدن، حالا یه سری خدا بیامرزتشون، الان ما چرا باید نگران باشیم؟ الان پیش خدا دارن حال میکنن، ما چرا باید بعد این همه سالو بذاریم سرمون گریه کنیم، عزاداری کنیم که یه سری هم بیان با اسم اونا رو ما. حالا ببخشید نمیخوام برنامه رو ببرم جای دیگه، ولی در صورت من مطمئنم خود مردم متوجه میشن. حامد همایونا هم میان میخونن میرن، ولی خب یه جایی بایکوت شدن، یه جایی برنامه‌هاشون کنسل داره میشه تا اونجا که من شنیدم. ولی باز مردم میرن، دمتون گرم اگه میرید ای والا، ولی اگه شما مخالفه دولت جمهوری اسلامی هستید و پاسدارا و کسایی که مردم رو شکنجه میدن و خب بازم میرید ایول برید، ولی بعد یه مقدار خردتون به کار بگیرید. البته خب شاها چند ترانه خونده تا حالا؟ تا حالا 4, 8, 32 تا 40 تا با این 7-8 تام جدید شه 40 تا. بله. چند سال در آمریکا هستی؟ آمریکا از سال 1990 بله. 40 ترانه خوندی؟ بله در عرض، البته درست من قدمت خوانندگیم شاید 19 ساله، ولی توی 19 سال من 5 سالشو فقط خوندم، نبودم یه 4 سال نبودم یه 10 سال نبودم. بله. در واشنگتن زندگی من هومی باشه، یعنی میشه مریلند. خب در هوارد کانتی. تو در لس آنجلس زندگی کردی؟ بله. لس آنجلس میای و میری؟ بله. و در واشنگتن هم زندگی میکنی؟ بله بله. فرق جامعه ایرانی در لس آنجلس با جامعه ایرانی در واشنگتن چقدر؟ باور کنید برای من فرق نمی کنه. میدونید برای چی؟ بخاطر اینکه از چه لحاظ؟ از نظر فرهنگی. آه فرهنگی. از نظر خدمت شما عرض بکنم تفاهم، یونیتی، اتحاد بودن، با هم بودن، خیلی چیزا هست که وقتی یه خواننده میره اون بالا قشنگ میتونه ببینه. تو لس آنجلس، تو کالیفرنیا کسایی که میان ما رو میبینن کلا، حقیقت رو بگم من بیشتر عشق میبینم. لس واشنگتن خیلی مردم محترم خوب، خیلی هم دوستا و فامیلا، خیلی تمام فامیل ما دوست ما اونجا دیگه بیشتر. ولی باور کنید تو لس آنجلس بیشتر از چشمای مردم عشق بیشتر میبینم. بعدم اینجا به من، با اینکه من بچه اونجام خدا شده، اینجا به من بیشتر رسیدگی شده. هم بعضی وقتا میشه خودم میگم مگه مغز ببخشید من چی خوردید اونجا زندگی میکنی، ولی بعدم باز میگم خب مامانم اونجاست، خواهرام اونجام، برادرام بیشترشون اونجان، چندام خب پالم اسپرینگن، ولی اینجا به من خیلی لطف و محبت. برعکس خیلیا میگن نه چرا میگی شهر فرشتگان، کجا شهر فرشتگانه؟ من میگم نه لس آنجلس واقعا شهر فرشتگانه. حالا شاید یه سری اومدن حالا خراب کردن یا چی، ولی لس آنجلس کلا کالیفرنیا یه استیتیه که اصلا باور کنید عشق میباره ازش. یعنی نمیدونم، من دوست دارم حالا چه اورنج کانتیش باشه چه اینجا. حالا یه سری خب هستن از این پولدار مولدار آقازاده مازاده ها و این میلیونرایی که پولای مردم رو خوردن و بالا کشیدن و اومدن الان طرفای اورنج کانتی هم هستن بیشترشون البته. حالا آدم خب باید حقیقتو بگه دیگه. یعنی حالا به غیر از اونا 90-95% مردم اینجا عشقن. همون 5% هم هستن خب این برنامه ها رو بیشتر میرن دیگه. بعدم من با خیلی برای بچه ها مثلا رفتیم پیش یه آقا فرشید هست، یه اتکلون فروشی داره، خیلی اتکلون فروشی خوبیه، ازش کل جنس و اینا خریدیم. بعد یه وقتی داشتیم حساب میکردیم یه داشت نگاه میگه، گفتم چیه؟ گفت چونه نمیخوای بزنی؟ گفتم چونه چی بزنم؟ به ما کلی ارزون دادی، قیمت خوب دادی دیگه، زشته من چونه با شما بزنم دیگه. بعد خندید گفت باری کلا مرسی اینا. بعد گفت آره ما رفتیم برنامه رو اینا، پشیمون هم هستیم رفتیم. یعنی منظور اینه که ببین آره رفیق من شاید 20 دوست دارم، بابا بریم دیگه، بابا حالا
من خودم 10 تا بلیط مثلا 10 تا بلیط میدن، 10 تا بلیط مجانی میشن. ببینید بازم اشکالی نداره، منم خودم حامد حامدی صداشو دوست دارم اونا اینا، حالا زندهش به کنار، من زنده رو کاری ندارم، زنده خوندن به نظر من به تعداد دست انگشت شاید بتونن خواننده ها زنده بخونن. خودتونم میدونید کیا هستن، معین، امید، ابی ستار، نمیدونم متین الهام، خیلی برای بچه ها خب، ولی به تعداد دست انگشت گوش میدید، ولی ایشون من فکر نمیکنم بتونه لایف بخونه. حقیقتو میگم، حالا یه سری شاید بخوان ناراحت بشن، زنده خوندن اساتید بزرگ، همایونا، شهرام همایون، پسرشون هی اسمش یادم میره که برمم داشتن شجریان استاد شجر ناظری. ببین یه سری هستن زنده خونن، شما میکروفونم بهشون بدون میکروفونم میخونن، اصلا برقا بره بدون مال ما شد یه بار برقا رفت اندازه دنبال کن. آیا میخواد مثل چند سال گذشته فقط یه تفریح باشه، یا اینکه میخواد به عنوان یک بیزینس بسیار مهم کارشو آغاز بکنه باشه؟ آیا امروز چنین موقعیتی برای هر خواننده‌ای وجود داره یا خیر؟ نه دیگه نداره اونچنان برای خواننده‌ای، یعنی کسی بخواد بیاد فقط بخواد خوانندگی کنه زندگیشو بگذرونه، نه، مگر اینکه یه زندگی خیلی به قول معروف مثلا بخور نمیر، بری یه کاباره بخونه 500 تا بگیره یا 1000 تا بگیره، یه جور 200 تا یه چیزی، یعنی زندگی نیست که آدم بتونه خانواده تشکیل بده، زندگی نیست که آدم بتونه ماشین بهتری سوار شه، خونه بهتری داشته باشه، بالاخره اینم جزء زندگیه دیگه. چرا اینطوریش؟ خب به خاطر کیا گناهکارن؟ کیا تقصیر؟ یه جور گناهکار باور کنید، اونجوری هم گناهکار کسی نیست. ببین چرا؟ چون نه که من همش میگم یه خندم میگیره، میدونی چرا؟ تمام کلک ها به خاطر آمریکا. یه جوک از خیلی باله، طرف میگه آمریکا هیچ غلطی نمیاد، هم میخوام میگم میدونی چرا بخاطر همش یاد این میفته، هی خندم میگیره. در صورت به خاطر پیشرفت اینترنت و اینا، تا موقعی که خب اینترنت اینجوری نبود، کمپانی ها همجور سی دی میفروختن، خب ویدیو میفروختن و اینا. بعد خب وقتی اینترنت من طرف بوم با یه دکمه قشنگ دانلود میکنن، اصلا احتیاج به دانلود هم نیست، تو کانال تلگرام همینجوری مجانی میفرستن. بخاطر همین دیگه نمیشه آهنگ آدم بفروشه، هنرمند بتونه، خواننده بتونه صداشو به گوش همگان برسونه. همه هنرمندم دستشون به دهنشون نمیرسه که بنده خدا ها. همه که خب شانس اینو نداشتن که یه مادری مثل من خب همیشه پشتم بوده، بعد 40 سال فوت پدر هنوزم ماشاءالله، بعد 81 سال عمرش هنوزم تو رستوران خودش زحمت میکشه، ولی نه که احتیاج باشه، ما میگیم نکن، میگه نه من دوست دارم، عشق میکنم. بعد هرچم در میاره باور کنید آقای رفیع، گفتن نداره، بچه خودشون میدونن. یاسر یزدانی اسم میبرم، حامد حمیدی، چند تا برای بچه هایی که خب یک کوچولو حالا از ما کمک رفت برای سیلزدگان، تمام فیلماش هم هست، ولی من آدمی نیستم بخوام جار اونجوری بزنم، ولی خب گفتم بگم، یعنی از طرف مادرم خیلی کمک میشه. من مامانم همیشه هرچم پول در میاره مثلا میبینه یه سه فامیلوش نیمن من مثلا کمک میکنه اینجوری. تا موقعی کمک ما میخواستیم خب به ما میکرد، بالاخره خواهرها برادرها همه خب به ما کمک کردن، دست به دست دادن، خب بیزنسی ما تونستیم دست با کنیم، بعد اون یکی برادر، بعد اون یکی، خب یعنی همه، خب یکی دکتره، یکی جراحه، یکی چشم پزشکه، خب چند تاشم مثل ماها نونوا و اینا هستیم دیگه. بالاخره خب رستوران میشه مثل نونوایی، بالاخره رستوران ایتالیایی بزرگه، ولی خب با این حال همه نمیتونن که خب جراح چشم بشن، دکتر قلب یا هر چی بشن. در صورت نمیشه آقای رفیع، یعنی عمرن کسی نمیتونه، حتی اگه صدای خارق العاده داشته باشه، میدونی چرا؟ نمیذارنم روش کنن، یعنی الان مگه نیستن؟ خدایی حالا من کاری ندارم، مگه متین الهام صداش بده؟ خیلی صدای زیبا و قشنگ، ولی نمیشه. یا همین دوست عزیزمون آرمان عزیز یموتی، ببینید یعنی نمیشه دیگه، یه جورایی خیلی سخت شده، یعنی باید پول کلون پشتشون، تازه پول کلون هم پشتتون باشه، الان دیگه قربونش برم اینقدر، الان مثلا ما رفتیم یه جا، بچه ها میرفتم اونجا قیلون میکشن، چایی میخوردن یا اینا، بعد کاشی ما هم یه پک قیلون کشتم، وای کاشی میگونم نمیکشتم. آخه نه، خب من از سیگار میشم نه هیچی، حالا یه موقع شاید جوان بودیم، نوجوان بودیم هرچی، ولی
همش آهنگای تمام پرمود بر بچه های ایران، که اونم اشکالی نداره، بر بچه های ایران هم قربونشون میشه، ما دوستشون داریم، چه فرقی میکنه. ولی خب بعد این همه خواننده هم تو آمریکا هستن و این بر اون بر دارن زحمت میکشن، چه اگه شما نبودید آمریکا تلویزیون به این خوبی نداشتید، این همه سال گزارشگری خبرنگاری با بزرگترین پرزیدنت ها، شهردارا، سناتورا، از خواننده‌های قدیمی آمریکایی هنرشاه، یعنی هر کیو بگید، از شاهزاده، از هر کی شما مسابقه کردید، اگه شما نبودید صدای ما رو نمی‌رسوندید به مردم. الان باور کنید موزیک ایران الان بعد همه میشستن فقط میزدن سرشون و فقط، یعنی این آهنگ اصلا آهنگی وجود دیگه نداشت، اصلا موسیقی مرده بود. اگه لوسان میگن لس آنجلسی، بابا لس آنجلسی اتفاقا واقعا یه خدمت بزرگی به تاریخ ایران بود. اگه لس آنجلس نبود، کسایی که میگن خواننده لس آنجلسی نبودن فداتون بشم، الان چی میخواستن بخونن؟ خب هر کی هم ایران خوند تمام از این ور الهام گرفتن، خب بعد از اون ور خب پول کلون پشتشون بود. الان هستن خواننده هایی که قدر چه صداهایی دارن، از صد برابر از حامدتون با اینا بالاتر، ولی اجازه نمیدن، چون خب دستشون تو دست دولت نیست. آدمای کله کلفتی که البته حامدتون بنده خدا از این حالا هرچی هم در میاره فوقش، تا اونجا که من میدونم 100% خبر موثق دارم، 5 یا 10% به خودش میرسه بنده خدا، بیشترشو همه منتظرن الان پوله برسه، پوله رو اونا بردارن، چون اگه بر نهرن این نمیتونه بخونه که، یعنی اجازه نمیدن بخونه. مگه کش که همینطوری مردم الان، مادر پدرای ما، خانواده ما، حالا مال من نه، ولی کلا تمام ایرانی ها عزیز، خواهر برادرها، فامیلامون، دوستامون میخوان بیان آمریکا، نمیذارن بیان آمریکا. اون وقت اینا چی وال 20 تا 20 تا میونو وزارت اطلاعاتی هم توشون هست و ترامپ چقدر واله بابا، خیلی دمش گرمه، اجازه میده نه بیان، اشکالی بازم بیان، قدمش رو چشم، ما که کاری نداریم، اقلا یه حالی هم بدید، ما که نه، ما که کاری نیستیم، خواننده های با حال و بزرگ هم را بدن ایران بیان بخونن. اگه شما به همین راحتی میاد میخونید و میرید مثلا کنسرت تبریز، شیراز، فلان فلان، قم، حتی قم فلان، حتی جای مذهبی دارن، ولی وقتی یکی این همه سال 40 سال ایران رو ندیده، خواننده ما حق ندارن برن ایران بخونن. من تنها فقط با این مشکل دارم، مردم برن 100,000 تا برن براشون، چه من کم میشه چه من زیاد میشه، بذار برن، اصلا من اصلا خوشحالم میشم، چه حسی بخورم، من حس خوردن ندارم. ولی این ناراحتم فقط چرا خواننده های ما نمیتونن برن ایران بخونن. اونا هر جای دنیا میرن راحت اش میکنن، میخونن، میرن با سلام و صلوات هم میبرن و میارنشون، ولی داریوش، ابی، ستار، موین، خیلی ها، حالا خیلی بر خیلی بچه ها، شهبال، شهبری، شهرام، شهلام، شهرام، خیلی ها، خیلی ها. در صورت ببخشید، یعنی یه چیزای حقیقتیه دیگه باید گفته بشه و من مطمئنم شاید به یه سری عزیزان بر بخوره، ولی ببینید بعد آدم بتونه با حقیقت باور کنه. من اگه اشتباهی بکنم میرم جلوی آینه 4 تا فوش، ولی فوش بد نه، 4 تا فوش به خودم میدم، یه CD به گوش خودم میزنم، میگم ببین آدم باش، درست رفتار کن، حقیقت رو قبول کن. مثلا یه مدت شیطونی میگم، جوان تر بودم میزنم رفتیم قماری چیزی، مثلا یه سیگاری میکشتم، ولی هیچ موقع کار بد نکردم، مواد مخدر هیچ موقع، ولی خودم رو تنبیه کردم، خودم رو میدونی چی میگم، اگه کسی بگو شاب اینجوری، مثلا سرم داخل پایین، نه راست میگی، نیمدم سینه سپر کنم، نه اشتباه میگی، نه من اینجوری نیستم، نه آدم باید، ما باید بتونیم حقیقت رو قبول کنیم، ما باید بتونیم حقیقت رو قبول کنیم، آقا اشتباه کردیم انقلاب شد دیگه، اشتباه کردیم انقلاب کردیم، یا باید بگیم دیگه، یعنی چرا اینجوری شده، حالا شده بعد یه حالا. در صورت ببخشید اگه نمیخوام سوء تفاهمی بشه یا کسی هم رنجیده بشه.
خب ممنونم از شعب عزیز. خواهش، من ممنونم شما، اصلا سپاسگزارم که اجازه میدید من این صحبت ها رو بکنم. نه شما راحتید، در خدا سیکرت ما. ممنون از محبتتون. تمام سیکرت ها باید گفته بشه، تعارف ها رو باید بذاریم کنار، هیچ خصومتی با هیچ که ما نداریم، اصلا با همه دوستیم. الان راجع به حامد همایون صحبت کردیم، یک خواننده بسیار بله، خوبیه، جوان، باید بله. مردم برن به بله، استقبالش، باید برن کنسرتاشو حمایت بکنن. هر جوانی که میاد باید حمایتش، 100% دقیقاً. مهم نیست از ایران میاد یا بله، از اونجا میاد، بله، اونام همه کار میکنه، کار بسیار قشنگ انجام میده. اما تنها این نباشه که فقط خواننده های ایران حمایت بشن، ما خواننده های جوان خوبی اینجا داریم، بله بله، اینها هم باید حمایت بشن، اینها هم زحمت کشیدن اینجا، در غربت زندگی کردن خیلی سخت تر از در داخل ایران بله، زندگی کردن است. درسته که در ایران دموکراسی نیست، آزادی نیست، سانسور هست، همه اینا درست، اما جوان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن در اشاعه موسیقی به سلام مملکت ما، اونا خیلی زرج کشیدن، اونا از جیبشون پول دادن، اونها رفتن توی گس استیشن واستادن کار بله. کردن، رو اوبر کار کردن، بله. اومده یک ترانه رو درست کردن، میوزیک ویدیوی رو درست کردن و ارائه دادن. درنچه ممنونم از شما، ممنون برای تمامی جوانهای هنرمند در داخل ایران و در خارج از ایران آرزو بهترین ها براشون داریم. بچه های ایران هم که میان اینجا قدمشون هم روی چشم، اشاره که موفق بله باشن بله. اشکال از حکومت ما هست از این جوان ها، و امیدواریم که یه روزی همه این چیزا درست بشه، همه این چیزا درست بشه، و اونایی که اجازه هم نمیدن بخونن، خیلی اصلا خوب میخونن، اجازه نمیدن به اونم اجازه بدن اونم بخونن. ممنون از مرسی، قربونتون، مرسی، سلام ما رو به واشنگتن هم بزرگتون، دل واپس آیندمون میشم، باش قبول سخت گیری کن، هرچی دلت میخواد همون میشم، حالم به عشقت بستگی داره، آشوبم و حرف تو تسکینه، غیر از تو هر راهی به بن‌بسته، با تو ولی خوشبختی تضمینه، حق با تو شیرین دل بستن، تصمیم تو میگیری اما سخت، پشتم به تو گرمه همین خوبه، قولم سر جاش خیال تخت، قولم سر جاش خیال